خوشامد میگم به آقای عالی پیام دوست داشتنی. ببینید من هم نه فکر میکنم وقتشه نه لزومی داره، نه من میخوام که راجب دوران محمد رضا شاه پهلوی صحبت کنم، ولی قبول ندارم که افراد در اون دوره این امکان رو نداشتن که بفهمن پشت دیوار چه خبره. خیلی ها میدونستن و برای همین موافق انقلاب نبودن و میگم نمیشه توجیه کرد. خیلی ها بر این باور بودن که در همون سیستم، در همون حکومت میشه به توسعه ایران ادامه داد و لزومی به تغییر حکومت نیست. و من هم نلازمی داره بهشون اشاره کنم که چه کسایی بودن نه چیز دیگه، چون فکر میکنم خودتون اطلاع داری. ولی قصد این که الان بخوایم انقلابیون سال 57 رو هم دادگاهی کنم ندارم، ولی حرف شما رو هم جسارتن اجازه بدین که قبول نداشته باشن که خبر نداشتن اون ور دیوار چه خبر. و مسئله دیگه این که ما بگیم ما مطمئن هستیم که جوانها اشتباه نمی کنن رو هم من رو نگران می کنه. مگه میشه؟ من الان 42 سالم، قبلا کلی اشتباه کردم، الان هم ممکنه اشتباه کنم، در آینده هم همینطور. بقیه کسایی هم که توی این جمع هستن و دارن ما رو میشنون هم همینطور، شما هم همینطور. چطور ممکنه ما بگیم ما مطمئن هستیم اشتباه نمی کنیم؟ مگه اون جوان هایی که تو خیابون هستن غیر مان؟ مگه غیر انسانن؟ و اینکه بگیم که نه خرد جمعی حتما ما رو میرسونه به سرمنزل مقصود، من امیدوارم که تمام این اتفاقها بیفته و میگم اشتباهی که سال 57 شد نباید ما رو بترسونه از این انقلاب دیگه. حتما باید حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، حتما حتما. و الان هم راه درستیه، همه دارن تلاش میکنن، جوان ها هم همینطور، کسایی که تو خیابون جونشون دارن گذاشتن کف دستشون هم همینطور، همه هم ارزشمندن و غیره و غیره. ولی چه ایرادی داره وقتی که ما هم وقتش رو داریم هم امکانش رو داریم، چه ایرادی داره که حداقل نیاییم به تفصیل راجع به محتوای حکومت آینده صحبت کنیم؟ چرا تمام یعنی این بیشتر از اینکه به نظر من صحبت نکردن در مورد این مسائل، نمیگم حتما از الان رهبر تعیین بشه، ولی صحبت نکردن در مورد این مسائل بیشتر نگرانی میاره. و فکر میکنم اگر در مورد این مسائل اتفاقا به تفصیل صحبت بشه، خیلی از کسایی که الان منفعلن و همچنان عکس العملی نشون ندادن تو خونه هاشون هستن رو اتفاقا تشویق میکنه. الان نمیتونیم بگیم که مثلا اکثریت جامعه ایران خیابون هستن، نیستن که. الان اکثریت جامعه مردم ایران تو خیابون نیستن، ولی چه بسا اتفاقا صحبت کردن راجع به آینده بعد از سرنگونی، صحبت کردن به تفصیل و بیشتر و دقیقتر و با شجاعت. بذاریم کنار مصلحت اندیشی رو، با شجاعت خواستمون و حرفمون رو بزنیم. نگیم این حرف رو بزنیم فلان طرفدارم ناراحت میشه، اون حرف رو بزنم اون یکی ناراحت میشه. من در مورد شما نمیگم، کلن دارم این رو میگم. بیاییم با صراحت راحت حرفامون رو بزنیم و بدون ترس، و بذاریم اگر که داریم اشتباه حرف میزنیم بقیه تصحیحمون کنن و به یه نتیجه برسیم. من فکر میکنم حرف زدن مردم با هم در مورد همه چی آزادانه، نه اینکه راجع به هر چی حرف بزنیم متهم بشیم که الان وقتش نیست. نه، این الان این معنی رو میده. بزنید راجع به همه چی هممون با هم حرف بزنیم و همدیگر رو تصحیح کنیم. شاید بعد از این صحبت ها اکثریت مردم بیان تو خیابون. وقتی که مسائل مبهم هست ترس میاره، نه وقتی که روشن میشه. وقتی که مسائل روشن میشه حتی اگر خطرناک باشه به من انگیزه بیشتری میده برای حرکت. میدونم دارم پا توی چه راهی میذارم. مرسی، ممنون. باز هم خیلی خوشحالم که شما تشریف آوردید. محبت دارید. چند تا مطلب رو فرمودید، من یکی دو تاش یادداشت کردم، سه تاش یادداشت کردم، امیدوارم که چیزی رو از قلم نندازم. ببینید، یکی راجع به قبل از انقلاب صحبت کردید. من این آمادگی رو دارم بعد از فروپاشی رژیم آخوندی با هر کس یا
یا با هر جریان یا با هر شبکه بخواد بیشینم باهاش بحث کنم، شاید من اشتباه میکنم. جنبندی من این نیست، این است که گفتم، این نیست که شما فرمودید یا اون دوست عزیزمون. بعد از فروپاشی رژیم آخوندی میشینیم راجب دوران شاه صحبت میکنیم، میشینیم راجب اشکالات قانون اساسی مشروطه صحبت میکنیم، اصلا راجب انقلاب مشروطه صحبت میکنیم. الان وقتش نیست. این خرد جمعی که فرمودید اشتباهش ممکنه من جوانم اشتباه کنه، هر کسی ممکنه اشتباه کنه و میکنه، مگه خدا علی پیام اشتباه نمیکنه؟ این همه من اشتباه کردم. ببینید خرد فردی اشتباه میکنه، ولی خرد جمعی ضریب اشتباهش خیلی 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 پایینه. و اگر خرد جمعی اشتباه بکنه، این رو دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ رهبری نمیتونه این درست کنه. آقا جمع به این جمع‌بندی رسیده که این کارو بکنه، جمع رسیده به این جمع‌بندی که بیاد تو خیابون، جمع رسیده به این جمع‌بندی که بره بشینه خونش. اگر جمع تصمیم بگیره بره خونش، هیچکی نمیتونه اینا رو بکشه خیابون. و اگر جمع به این نتیجه رسید بیاد تو خیابون، هیچکی نمیتونه اینا رو بفرسته خونش. خب جمع به این نتیجه رسیده نظام جمهوری اسلامی برود، خامنه ای پایان. خب خرد جمعی به این رسیده، ما ممکنه نظرمون این نباشه. خب این نظر فردیه، در سیل خرد جمعی ذوب میشه، گم میشه. مسئله این که میگی چرا راجع به آینده صحبت نکنیم؟ ببین دوست عزیز من، این چیزیست که رژیم الان میخواد. در آینده همونطور که بارها همه گفتن، رفراندومی برگزار خواهد شد و نوع رژیم انتخاب خواهد شد. جمهوری ممکنه باشه، پادشاهی باشه، پارلمانی باشه، شورایی باشه، فدرال باشه. اینکه چه باشد بعد تصمیم میگیریم. وقتی شما الان به این میپردازی، ممکنه من مثلا سلطنت طلب بگم اکثریت با جمهوری خواهاست، بی خیال بلش کن، من برای چی بودم؟ من که نمیخوام جمهوری بشه. جمهوری خواها میکشن کنار، اینا میرن کنار، اونا میرن. آقا الان همه بیایم سر اشتراکات صحبت کنیم. همه این طیف‌های مختلف، از مارکسیست بگیر تا بسیاری از مذهبیون تا جمهوری خواها، چه سلطنت طلبا، شورایی ها، همه میگن رژیم بره. آقا این مشترکات رو از دست نباید بدیم. الان رژیم بره، وقتی رژیم رفت، حالا فرصت داریم برای این که بشینیم ببینیم که چه باید بکنیم. اصلا جای نگره نداره دوست عزیز من. و این اصلا سکولار دموکراسی یعنی همین. سکولار یعنی این که دین رو ما دخالت ندیم، ایدئولوژی و عقیده رو دخالت ندیم. اون باهایی با اون مسیحی با اون زرتشتی با این مسلمان با اون سنی با اون شیعه، همه حق شهروندی مساوی دارن. یعنی سکولار. با هیچ دینی هم مخالف نیستیم. هر دینی برای خودش میتونه مراسم خودش رو داشته باشه، عبادات خودش رو داشته باشه، نمیدونم اون تشکیلات مسجدش رو داشته باشه، اون کنیساش رو داشته باشه، اون کلیساش رو، اون آتشکدش رو، هیچ چیزی هم خراب نمیکنه. این یعنی سکولاریسم. دموکراسی یعنی اینکه همه حق حرف زدن دارن، همه حق انتخاب دارن، همه حق حضور دارن. برای این کارم فرصت زیاد خواهیم داشت. الان فقط رژیم باید برود. مرسی از شما جناب عباسپور. من هم یک میبینم اینجا، هم F9 میخواین از F9تون الان استفاده کنی یک و بعدن؟ سپاسگزارم. همه الان من دیدم خانم بدری هم احتمالاً پاسخ کوتاهی به صحبت‌های آقای عالی پیام دارن، چون اون موضوع در مورد اون سوالی بود که آقای اسفندیار دانشور فرمودن. اگر اجازه بدید من بعداً عرض میکنم، از یکم استفاده میکنم. مرسی. بفهمید خانم بدری، افنای زدید. مرسی، ممنون آقای دانشور. آقای عالی پیام، من اشارم کردم چند بار که راجب محتوای حکومت آینده میشه بحث کرد. من نگفتم که راجب شکلش بحث کنیم یا حالا خیلی از جزئیاتی که مرتبط با الان نیست، ولی اینکه فقط به این اکتفا کنیم. البته خب من
هممون خوشحالیم که شما هم راجبه موافق هستین راجبه در مورد اینکه حکومت آینده سکولار باشه و دموکرات، ولی فکر میکنم این کافی نیست، میشه راجبه جزئیات بیشترش هم صحبت کرد. و البته من هم با شما موافقم و این رو هم نگفتم که راجبه شکل حکومت آینده که پادشاهی باشه یا جمهوری باشه یا غیره و غیره بحث کنیم. به هر حال مرسی، ممنون مجددا. خانم قیاسفند، یک هموطن از بیرون از سالون. حتما عرض کنم، منصور تربیت از لس آنجلس نوشته این روزها میبینم که آقای عالی پیام علاوه بر سرودن قطعات دلنشین به دادن پیام‌های هدایت کننده به جوانان ایران هم میپردازند. میخواستم بدانم که آیا ایشان این پیام‌ها را بر اساس پیام‌هایی که دریافت می‌کنند تنظیم می‌کنند و یا صرفاً نظر خودشان است؟ بله، من تا اینجایی که اومدم غیر از یک جلسه یا فکر می‌کنم دو جلسه، یک جلسه نظر خودم بوده. دوستان پیشنهادهای زیادی کردن که من همه رو جمع کردم، هنوز فرصت نکردم برنامه کنم. یکی دو سه تا برنامه جدی بگیریم هم بر اساس پیشنهادهای دیگران هست که من باهاش موافق هستم. مسلماً چیزی که من باهاش مخالف هستم رو پخش نخواهم کرد. با اون بخش از توصیه هایی که دیگران کردن و من موافقم، بدون اینکه اسم کسی رو بیارم، برنامه های جدی بگیریم رو ادامه خواهم داد. یکی دو روزه که متوقف شده به خاطر گرفتاری هایی که داشتم، به زودی ادامه خواهم داد. مرسی. جناب ناخدا فارسی بفرمایید. درود بر شما، صدام هست؟ بله بله بفرمایید. خیلی ممنون جناب دانشجوی گرامی و درود به جناب عالی پیام و همه دوستان در اتاق و دوستانی که صدای ما رو میشنوند. من واقعا از خوشبینی جناب عالی پیام نمیدونم چه بگم، مسرور هستم یا اینکه نگران. واقعا نگران، برای اینکه یک فاصله ای میبینم بین حرکت انقلابی که جوانان ما در ایران شروع کردن و اینکه تا اونجایی که برسن به موفقیت که ما بتونیم اون دولت سکولار دموکراتیک رو که جناب عالی فرمودید در ایران برقرار بشه. اینا همه عقیده من خوشبینانه است که ما اگر نتوانیم، همینطور که دوستان دیگه هم گفتن، واقعا تا حدودی بدونیم که چه میخوایم بکنیم، ممکنه این حرکت جوانان ما اگر یک هدایتی نباشه، یک خودشون لااقل داخل، من اصلا صحبت از این نمی کنم که اپوزیسیون خارج از کشور باید این مدیریت رو برای اینها انتخاب کنه، خودشون لااقل باید انتخاب کنن که از داخل اون شورای مدیریتشون دولت موقت تشکیل بشه تا بشه کشور رو اداره کرد. شما میفرمایید بله ما عبور بکنیم از این رژیم بعد میشینیم صحبت میکنیم، کاملا خیلیم عالی هست، ولی چه شکلی ما میتونیم از این رژیم عبور بکنیم و مطمئن باشیم که این جوانانی که بسیار خروشان هستن و داخلشون امکان هم داره که آنهایی باشن که مورد توجه ما نیستن، یک باره برن بخوان یک وضعیتی رو در اونجا به وجود بیارن ما غیر قابل کنترل ببینیم. من سوالم اینه که واقعا خیلی خوشبینانه است اگر فرمایش شما صحیح هست که باید جوانان ایران خودشون در داخل ایران حرکت رو شروع کردن، انقلابشون رو شروع کردن و به نتیجه خواهند رسید، اصلا چرا با ما در خارج اصلا تظاهرات بکنیم؟ خود شما فرمودید که واقعا این یه حرکت بسیار عالی که ما دیروز در برلین دیدیم، در تمام شهرهای دیگر دیدیم. خب برای چی این کارو بکنیم اگر فقط جوانان داخل ایران خب میتونن کار خودشون رو انجام بدن؟
من به طور کلی نظرم این هست که ما تا مادامی که این جوانان ما، مردم داخل ایران، حرکت انقلابی اینها خودش رو به جایی نرسونه که همونطور که دوستان گفتن که اعتصابات عمومی برقرار بشه، وقتی اعتصابات عمومی برقرار بشه واقعا مدیریت لازم داره، هم به همین خودش خود به خود اتفاق نخواهد افتاد. یک صندوق مالی احتیاج داره که بشه این هدایت کرد، بشه این اعتصابات رو واقعا کنترل کرد. نمیشه یک جامعه و اجتماع یک کشور رو اینقدر خوشبینانه بهش نگاه کرد. ما حتما نیاز داریم که دوران گذار رو، دوران عبور از این رژیم رو مدیریت بکنیم، چون بحران حتما هست ایجاد میشه و نیاز هست که حتما یه دولت موقت تشکیل بشه، برای اینکه اون فرمایش شما که ما مجلس مؤسسان داشته باشیم و دولت برقرار بکنیم، همه کارها رو بعد از عبور از این رژیم انجام بدیم، اون لااقل ممکنه بین 6 ماه تا 2 سال طول بکشه. در این مدت 6 ماه تا 2 سال باید مملکت ایران چه بکنه؟ من در فرمایشات شما این رو ندیدم. اگر از حضورتون تقاضا میکنم یه توضیحات بیشتری در این مورد برای ما بدید. خیلی ممنون از واقعا لطفتون، تا حالا که از فرمایشات شما خیلی لذت بردم. خیلی ممنون. محبت دارید. اولا اینکه فرمودید که تظاهرات در خارج از کشور خب چه فایده داره، برای چی بکنن؟ دوست عزیزم، من راجع به ویژگی های منحصر به فرد این انقلاب یه اشاره کردم که این انقلاب یه ویژگی های منحصر به فرد خودش رو داره. یکیش همین همدلی و همبستگی و همراهی ایرانیان در سراسر جهان. یعنی شما در داخل ایران دیگه اون کرده، اون بلوچه، اون ترکه، این فارسه رو دیگه نمیبینی، تموم شد. این انقلاب برای خونخواهی یه دختر کرد سنی شکل گرفت در تمام ایران، از کردستان تا زاهدان. این همبستگی در سراسر دنیا خودش رو به نمایش گذاشت. شما تا حالا کجا 120 هزار تا ایرانی یک جا دیده بودید بدون اینکه کتککاری بشه، دعوا بشه؟ کجا تو تهران تا 50,000 ایرانی، حالا پلیس داره میگه، من دقیقا نمیدونم بیشتر بوده کمتر بوده، کمتر نخواهد بود قاعدتا، ایرانی رو دیدید یه جا جمع بشن تو یه روز یه شعار بدن زیر پرچم؟ این شعاری که در داخل داره میشه زن، زندگی، آزادی، این رو ایرانی های خارج از کشور هم دارن میگن. رژیم باید برود رو ایرانیان داخل میگن، ایرانیان خارج هم دارن میگن. و این جهانی شد، یعنی نه تنها ایرانیان، همه دنیا الان داره میگه. این از اون مختصات خاص این انقلاب مدرن که ما تا حالا نداشتیم که توی کشوری انقلاب بشه خارجی ها هم به همون اندازه اکتیو باشن، نه که همدل باشن، نه که موافق باشن، نه که اکتیو باشن، بیان تو خیابون. اون زن از 700 کیلومتر راه خودشو با بچه و کلاسکه و اینا برسونه به برلن. این چه عشق اینو میکشه؟ چه انگیزه ای باعث میشه؟ این همون مختصات خاص این انقلاب بود. گفتم تو هیچ انقلاب دیگه ای دنبالش نمیشه گشت. صندوق مالیه، ببینید، اعتصابات دوست من یک ویژگی های خاص خودش رو داره. الان شما یه صندوق مالی اعتصابات، بارها صحبت شده، من نمیدونم، عجیبه او کسانی که، دوستانی که اینا رو میگن، اصلا درک درستی از شرایط ایران شاید ندارن. الان شما یه صندوق حمایت مالی از اعتصابیون درست کردید، 100 میلیون دلار هم توش پوله. اینو چجوری میخواید برسونید به این اعتصاب کننده ها؟ این کارگری که اعتصاب کرده کارخونه مثلا عراق، ماشین سازی عراق، الان بیکاره، شما این پول چجوری میخواید ایشون برسونید؟ یا شرکت نفت یا پتروشیمی یا مثلا کارخونه فلان، این چجوری میخواد این توضیح بشه؟ خب مگه رژیم اصلا تمام سیستمای مالی الان همین کمک هایی که بعضی از دوستان خارج از کشور کردن، ما با مشکل مواجه شدیم برای
جمع‌آوریش چه برسه به توزیعش. چشاش مراقب تمام حسابای بانکی هست، چه حسابی پولی از کجا میره، تمام صرافا زیر نظرن. خب این صندوق مالی مثل اون زنگوله بود که حالا کی گردن گربه میبنده. خب یه سری چیزا هست که خب مطرح کردنش خوبه ولی عملی بودنش باید ببینیم تا چقدر عملی هست. یکی از اون چیزایی که به نظر من عملی نیست این صندوق حمایت مالیه، حالا مگر اینکه به جاهای دیگه خرج بشه، مثلا برای اون ماهواره استالین خرج بشه یا نمیدونم صرف چیزایی که شده نیست، ولی تو ایران قابل توضیح نیست. در ایران خود مردم باید برسن به این درکی که حالا اعتصاب ادامه اعتراضاته. یعنی من خیلی رو دیدم نوشته آقا من اعتصاب کردم نرفتم سر کار، صابخونم گفت دیگه نمیخواد اجاره بدی. این میشه صندوق حمایت مالی، یعنی اونی که داره. خیلی از دوستان از داخل ایران، حالا دوستانی که از خارج اعلام کمک کردن اینا، توی داخل من میبینم میگن که آنی پیام ما این پولو میخوام خرج انقلاب کنیم، چجوری بهت برسونیم؟ میگم برای چه خوب من برسونیم؟ برو جلو زندان، اونجا خانواده زندانی ها رو میبینی که بچهشون رو گرفتن آوردن، بده بهش. برو قبرستون میبینی کسایی که بچه‌هاشون کشته شده اومدن دارن دفن میکنن، ببین کی نیاز داره بده بهش. برو تو تظاهرات این جوونی که کوکتل دستش داره میندازه یه 100,000 تومان بذار جیبش، بگو این برای کوکتلای بعدی که میخوای بسازی. اونی که تیکمون دستشه 200,000 تومان بذار جیبش، بگو این برای این. میبینی همسایت فامیلت آشنات اعتصاب کرده، در مغازه‌شو بسته، دیگه نمیره سر کار، تو که توان مالی داری این میشه صندوق حمایت داخل و هم دیگه برسه. باید برسه به اونجا. این دستوری نیست که بگیم خب حالا تظاهر، حالا برین اعتصاب. آقا مگه مردمی که اومدن تو تظاهرات ما گفتیم بیان تو تظاهرات؟ مگه کسی فراخوان داد مردم به این نتیجه رسیدن که باید بیان تو خیابون؟ حالا همین مردم، همین بازاریا، همین کارگرا باید به این نتیجه برسن برای حمایت از اون کسایی که کف خیابون دارن کشته میشن، زخمی میشن، باید اعتصاب کنن. خودش باید به این نتیجه برسه، باید پخته بشه. آقا یه زخم دیگه، باید عمل بیاد دیگه. دستوری نیست که حالا من عالی پیام دستور اعتصاب صادر کنم. کی گوش میده به حرف من؟ نمیدونم من سوال شما رو تونستم جواب بدم یا نه، یا اصلا برداشتم از سوال شما. اجازه میفرمایید جناب دانشور، من افنای نمیزنم، من فقط همین خلاصه خدمتتون عرض بکنم که به نظر من فرمایش شما اگه درست باشه ما تئوریای انقلاب رو همه رو دور زدیم. برای اینکه من نمیتونم ببینم، من به عنوان یک نظامی و تمام اون به اصطلاح نیروی اپرسیون رژیم رو وقتی میبینم به این سادگی که جناب عالی تصور میکنید نمیبینمش. در مورد صندوق مالی درست میفرمایید، الان مشکله که برای ایران در خارج از کشور پول جمع بشه و بفرستن، ولی اگر اعتصابات شروع بشه، اگر جهان غرب همراه مردم ایران بشه برای عبور از این رژیم، همون پولهای بلوکه شده ای که در خارج ایران داره کافی خواهد. از من تمام. بله، جهان غرب ببینید دو بخشه است من. یکی مردم غربن، سلبریتیان، هنرمندان. یکی دولت مردان غربی هستن. دولت مردان غربی از آمریکا بگی تا کانادا تا اروپا نمیخوان رژیم جمهوری اسلامی بره. منافعشون در بودن جمهوری اسلامی است. من امروز یه کلیپی رو در رابطه با هک شدن سایت وزارت اطلاعات گذاشتم، نمیدونم این چقدر درسته یا نه، ولی مدارکی که اونجا ارائه داده بود همکاری بین وزارت اطلاعات و پنتاگون، یعنی رو با هم بده بستون دارن، نمیخوان برن. منافع غرب در اینه که جمهوری اسلامی باشه یه لولو، این شروع کنه تو منطقه اسلحه‌اش رو بفروشه. منافعش تو منطقه در اینه که یک لولویی به نام جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، یک ایران دموکرات آزاد آباد به درد نه آمریکا میخوره، نه به درد انگلیس میخوره، نه به درد آلمان.
این منافعش در اینه که اسلحه‌شو به عربستان بفروشه، به قطر بفروشه، اون نظامیش که توی تنگه هرمز و خلیج فارس داره میره میاد، پول اون ناوا و پول دستمزدای اونا رو از عربا بگیره. یه ایران آزاد که روابط سالم و درست با همه دنیا داشته باشه، خب این چجوری منافع این حفظ میشه؟ من تصورم اینا، من تحلیلگر نیستم، من اصلا سواد این چیزا رو ندارم، ولی من اینجوری میبینم قضايا رو. بنابراین از دولت‌های غربی هیچ امیدی نباید داشت. آره، تمام ملت‌ها، مردم دنیا، هنرمندها، آهنگسازها، سلبریتی‌ها از مردم ایران حمایت کردن و دارن هم میکنن، دستشون هم درد نکنه و این نشان دهنده اینه که ما تونستیم خودمون رو معرفی بکنیم، انقلابمون رو به مردم دنیا، حقانیتمون رو، مظلومیتمون. ولی بقیهش من دیگه سرم نمیشه، یعنی سوادم بیشتر از این قد نمیشه. مرسی خانم قیاسفند، بفرمایید. خیلی ممنون. تقی آل‌رضا از لندن نوشته: من هنوز از تب و تاب دیروز رها نشدم، صدها هزار ایرانی مجبور شده به گریز از حکومت اسلامی. البته صدها هزار نفر نبودن، 80,000 نفر بودن، اما خب ایرانی مجبور شده به گریز از حکومت اسلامی در ده ها شهر آمده بودند که بگویند هجرت پیوندشان را از وطن نبرید، هجرت پیوندشان را از وطن نبریده است. دلم می‌خواست بدانم نظر آقای عالی پیام در مورد این تظاهرات جهانی برای آزادی ایران چه بوده است. ببخشید جناب عالی پیام، البته پلیس برلین اعلام کرده بیش از 100,000 نفر. بفرمایید، ببخشید. آقای دانشگر، من صبح توی اخبار ZDF شنیدم که گفت 80,000 نفر در برلین جمع شده بودند، حالا مگر اینکه اخبار اشتباه اعلام کرده باشه. البته این دوستمون همه دنیا رو، 100,000 نفر به کار برده بودن دوستمون، از این لحاظ این دوستمون همه دنیا رو گفت، فقط برلین رو نگفت. دوباره بخونید. بله راست میگید، یک بار دیگه میخونم. نوشتند: من هنوز از تب و تاب دیروز رها نشدم، صدها هزار ایرانی مجبور شده به گریز از حکومت اسلامی در ده ها شهر آمده بودند که به شهر. فقط برلین رو نمیگه، بله، غیر از برلین تو خیلی از شهرهای دیگه هم تظاهرات بود، جمع شده بودن ایرانی ها تو خیلی ها. حتی خیلی هاش تو خبرها نیومد، برای من فیلمشو دوستان فرستادن، من توی کانالم گذاشتم. عرض شود به خدمت شما، حالا یا ده ها هزار یا صد ها هزار، من ایشون حس منو پرسیدن، من واقعا بغضم گرفت. تنها چیزی که بود بغض بود و اصلا شعف و شادی که ایرانی حتی در اقصا نقاط دنیا ایرانی بودن خودش رو داره. این مصاحبه‌ای که میکردن با این بچه ها واقعا واقعا خیلی امیدوار کننده بود. این دوست عزیزمون گفتن چرا عالی پیام اینقدر امیدواره، شما اینا رو ببینید شما مثل من امیدوار میشید. خب من یه خود حالو هم هستم، یعنی حالو معابانه شاید نگاه میکنم به قضايا، ولی واقعا امیدوار کننده است. ممنون از شما. داخل برمیگردیم آقای حسن دانشگاه. یک سری بله، خیلی ممنون. درود می‌فرستم به حاضرین در نشست و مهمان گرامی جناب عالی پیام. حقیقتش من می‌خواستم صحبت یک زاویه دارم که برم سر بحث رابطه طنز و حکومت‌های دیکتاتوری، هم از دیکتاتوری‌های معمولی یا دیکتاتوری‌های توتالیتر که معمولاً دیکتاتورها آدم‌های عبوسی هستند و سیستم عبوسه و خشونت عجیبی که برای طنز دارن حکومت‌ها. ولی از این می‌گذریم می‌بینیم که اونم بحث مهم‌تری پیش اومد. قبل از هر چیز بگم که من در واقع بسیار از نکاتی که آقای عالی پیام گفتن رو میفهمم، به خصوص اونجایی که میگن اپوزیسیون تیه 40 سال کاری نکرد جوان ها وارد عمل شدن. این حرف درسته، برای که خود کلمه اپوزیسیون یکم کلمه به نظر من نادرستیه. ما اپوزیسیون معمولا تو جایی داریم که در واقع یک قانونیتی وجود داره، توی کشوری که قانونیتی تا یک حدی هست و یک گروهی میخوان قدرت سیاسی رو جابجا کنن، اونم از طریق معمولا یعنی حتما مسالمت آمیز. در مورد گروه های 10-15-2-3 نفری که خودشون حزب نامیدن در خارج کشور یا حتی در داخل کشور، لفظ اپوزیسیون چندان به نظر من کاربردی نداره. ولی در حال من متوجه هستم منظورشون روشن فکرها و سیاسیونی که توی 40 سال انواع اقسام طراحی‌ها رو کردن و
و کار به جایی نرسید. اما من نکاتی رو اینجا یادداشت کردم که به نظرم خیلی اهمیت داره برای جنبش یا انقلاب ایران. البته من انقلاب رو تنبیه می کنم، نمیبرم به گمان من انقلاب زنانه ایران باید گفت، چون واجد اون جنبه های منفی انقلاب نیست. چیزی که ما مثلا انقلاب اکتبر، انقلاب فرانسه یا حتی انقلاب های دیگه جاهای دیگه یا به شکل های دیگه انقلاب چین روزانه که هست، این واجد اون ویژگی ها نیست. یک ویژگی هایی داره که خودش بحث دیگه ای داره که ما انشاءالله به زودی وارد این بحث خواهیم شد که ماهیت این انقلاب چیست و چرا بهش میگم انقلاب زنانه. بعضی هم به ما خورده گرفتن که انقلاب زنانه مردونه نکنیم، فکر کنیم که وقتی ما میگیم انقلاب زنانه، انقلاب زنانه مردونه کرد، تقسیم مثلا مثل حموم زنانه هم مردونه کرد. خب از اینکه بگذریم میریم سر مسئله رهبر و رهبر تراشی، چون اولین صحبتی که جناب عالی پیام کردن صحبت گفتن من نه من رهبرم و نه حامد اسماعیلی. من یاد اون جمله قیاس معل فارغ، منظورم شما نیست، یاد اون جمله خمینی افتادم که اوایل انقلاب گفت رهبر ما اون جوان بچه‌ایه که به خودش نمیدونم بم میبنده و میره زیر تانک. در واقع یه حقه بازی درجه یکی بود، اون رهبر خودش بود و تمام جنرات خودش داره کرد و روحانیت هم داستان رو بردن جلو و اون تفلک هم کشته شد و رفت. اما در صحنه واقعی عمل ما میدونیم که توی دموکراسی رهبری کاملا تعریف شده است و ما بیرون دموکراسی، بنابراین نمیریم سر بحث رهبری چگونه در دموکراسی اعمال میشه، میریم تو غیر دموکراسی، جایی که بیرون دموکراسی و میخوایم تلاش کنیم به دموکراسی برسیم. در این حالت ما دو گونه رهبر داریم، قطعا داریم، چه حالا این رهبرها خودشون رو رهبر بدونن چه ندونن، چه فروتنی کنن بگن جوانها رهبرن، مردم رهبرن، فلانن. اون کسی که حرفش و گفتش و دعوتش در حرکت مردم مؤثر، او رهبره. آقای اسماعیلیون میگه که بیاین بیرون، 100,000 نفر میان توی برلین پایتخت آلمان بیرون، این رهبریت کرده، این رهبره. حالا بگه من رهبر نیستم، فرقی در اساس نخواهد کرد. شما اگر پیام هایی میدین 1, 2, 3, 4 سریال میدین این کار بکنین این کار بکنین، اگر مردم به پیام شما توجه کنن و عمل کنن، شما رهبریت داشتید تو مردم. فرقی هم نمیکنه بگی من کوچیکم من بزرگم رهبر شما، اینا به نظر من دیگه تعارفه. اما رهبری در دوران بیرون از دموکراسی دو بخش داره در واقع. یه بخش رهبری هست که اعمال میشه برای اینکه حکومت رو بندازن. این حرفم تو پرانتز بگم، قطعا رهبری های عمودی قرن 19 و 20 دیگه الان کاربرد نداره، تموم شده دورانش. وقتی ما میگیم منظور صحبت رهبر میکنیم، منظورمون رهبری خمینی، رهبری لنین، رهبری ماوتسو نیست، منظور همین رهبرایی هستند که اینجا و اونجا وجود دارن و مؤثرن در جریاناتی که خیلی هاشون ما نمیشناسیم، مثلا خیلی هاشون تو زندانن امروز. اینا رهبرن. آقای نوروزاد با اون نام پراکنیاش از همون اول رهبری شروع میکنه، حالا چه خودش رو رهبر بدونه چه ندونه، حالا یه مقدار ما فروتنی شرقی هم داریم ایرادی نداره، ولی واقعیت اینه که رهبری میکنه. خب حالا از این که بگذریم، گفتیم دو بخش داره، یه بخش اینه، یه بخش دیگه رهبری که از زمانیه که دیگه حکومت در کار نیست، حکومت رفته. بچه رای دانشور من حرف شما رو قطع میکنم، شما الان وقت مصرف قرصام رسیده، میتونم برم قرصام بخورم بیام تا شما دارید میفرمایید؟ خواهش میکنم من قطع کنم یا صحبت منو میشنوید؟ نه میشنوم، شما بس. ادامه بدید. نه تمام نمیکنم، شما بفرمایید راحت قرصاتون رو بخورید، یه استراحت هم کنید تا وقتی که. خب گفتیم رهبری بعد از سقوط حکومت یه رهبری بوروکراتیکه، یعنی دیگه نقشش فهم میکنه، نقش اون رهبرا نداره. اگه مثلا امروز یه آدمی مثل شما یا مثل یکی دیگه یا رهبرایی که به اصطلاح میگن میدانی خوب میتونه رهبری کنه برای انداختن جمهوری اسلامی، معلوم نیست که این آدما، همین رهبرا دیگه بعد از افتادن جمهوری اسلامی بتونن اون بوروکراسی عریض و طویلی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اداره کنن. در اونجا ما احتیاج به متخصص داریم، احتیاج به آدمای کاردان داریم، یعنی وزیر ما میخوایم. خیلی راحت، خیلی ساده، یعنی یه دولتی داریم که از جمهوری اسلامی باقی مونده، یه دولت رهبریش توسط وزرا و معاونینشون انجام میشه، درسته؟ در اونجاست که دیگه رهبران سیاسی، اندیشمندان سیاست کاری ندارن و باید نباید بیان تو، برای که اگه بیان تو اتفاقا کار خراب میکنن، برای که میخوان سیاست های حزبی ایدئولوژی خودشون رو بیان تو. اونجا احتیاج به متخصص داریم.
بنابراین یه رهبری بروکراتیکه که اون با تعیین بشه. اون اگه نکنین صحبت سر نیست که رژیم میگه اگه ما بریم فلانه، بنابراین چون رژیم میگه اگه ما بریم اوضاع خراب میشه ما صحبت نکنیم. خیلی من به فرمایش خانم بعدش خیلی احترام میذارم، درست میگه. وقتی یه راجع به همه چیز صحبت کنیم، این اساس دموکراسی و حال انقلاب ما درسته که ویژگی های خاص خودشو داره، هر انقلاب ویژگی های خاص خودشو دارن، ولی در این حال از یک قانونمنده یا عمومی همشون بهره مندن. اونجایی که انقلابات بعد از سقوط رژیم های قبلی توش رهبری درست بروکراتیک انجام نشد، به دیکتاتوری منتهی شد، و اون جایی که شد به دموکراسی منتهی شد. شما انقلاب امریکا رو نگاه کنید، بزنید در مقابل مثلا انقلاب بولشویکی یا انقلاب 1917. تو انقلاب امریکا پیش بینی میشه بعد از رهایی از استعمار انگلیس، پیش بینی میشه به انقلاب به سمت در واقع فرایندهای بوروکراتیک خودش رو میگیره و میره به سمت به جلو. درسته؟ در انقلاب روسیه اتفاق نمیفته. در انقلاب روسیه همون رهبران سیاسی هستند که سازمان و بوروکراسی در اختیار میگیرن و این خطرناکه. در خاورمیانه ما همین اتفاقات افتاده. رهبران جنبش‌های نظامی بوده شکلش، مثلا جریانات بعثی توی سوریه و عراق همینطوریه. رهبران خونه خودش میگن انقلاب، حالا ما میگیم کودتا، فرقی نمیکنه. وقتی تحول سیاسی انجام میگیره توسط این رهبران، همین رهبران هم که میان بوروکراسی رو ادامه میکنن و این خطرناک منتهی میشه به دموکراسی، به دیکتاتوری همشون. بنابراین ما باید راجع به همه چی صحبت کنیم و اتفاقا نقش رهبران مثل شما و دیگرانه که میشنن صحبت کنن، بگن خب آقا خانم حکومت افتاد. حکومت وقتی افتاد یک روز نباید جامعه بدون دولت باقی مونه، یک روز نباید جامعه اداره نشه، اونجاست که خطرناکه. الان فرصت کافی داریم، برخلاف نظر شما که حالا وقت زیاد داریم، ما اصلا وقت زیاد نداریم. ما نمیدونیم جمهوری اسلامی هفته دیگه میفته، دو هفته دیگه میفته، یا 6 ماه دیگه میفته، هیچ چه نمیدونیم، هیچ قابل پیش بینی نیستیم اصلا. بنابراین این وظیفه این رهبرانه که اصلا فکر کنن خیلی خوب حالا وزارت خونه‌ای که جا میمونن کیه داره کنه. خب شما تو ایران، دوستان رو تو ایران از ماهی که خارج میشینیم خیلی بهتر میدونیم، میتونین آدم ها رو بشناسین، آدم ها معرفی کنین، آدم های میهن دوستی که آلوده نیستن تو این کاردانن، میتونن اداره کنن و او سازمانه که احتیاج داره، اون رهبری که در واقع رهبری که باید اون بروکراسی رو اداره کنن، اون باید به وجود بیاد. اصلا این ربطی به این نداره که در خارج کشور مثلا یک گروه های قدیمی با تفکر کلاسیک میان میگن، در واقع تفکر لنینی باید بهش بگیم، میان میگن یه آدم های سیاسی باید میشنن قدرت سیاسی رو بگن. خطرناک اتفاقا، این اگه شما نکنون اونها خواهند کرد. این نکته. نکته بعدی رهبر تراشی. من ما این روزا خیلی میشنویم که مواظب باشین رهبر تراشی نکنه. ببینید رهبر تراشی زمانی ممکنه که جامعه از نظر اندیشه سترون باشه، مثل افغانستان. شما در افغانستان این نگاه کنین، رهبری رو ایالات متحده انتخاب میکنه میره بذاره تو. برای چی؟ برای تو افغانستان به دلایل تاریخی که با فعلا واردش نمیشیم، بحث سیاسی نمیخوام بکنیم، فرصت نداریم، این امکان وجود نداره. ما باید از این پرهیز کنیم. ما باید همینجور که نشوندیم به دنیا به لحاظ شعارهایی که امروز توی انقلاب نوین ایران داده میشه، مدرن ترین شعارهایی که جهان تا الان ندیده. الان فلاسفه مثل ژیژک یا فیلسوف دیگه آمریکایی تازه که من خوندم، بحثاشونه که شعارهای انقلاب ایران داره شعارهای انقلاب فرانسه رو تکمیل میکنه. یعنی اگه توی انقلاب فرانسه شما بگید برابری، برادری، آزادی، برادری در واقع منشأ پدرسالار داره. در شعار ایران میگه زن زندگی آزادی، یعنی از پدر سالاری رد میشه، یعنی اینه که یک حرکت جهانیه. این درسته؟ خب یه انقلاب به این برجستگی، این جوانای به این درجه یکی و برجستگی، خب یه رهبری هم دارن میشن، خب باید پیش بینی کنن و ماسا توده پیش بینی نمیتونه بکنه. این نقش روشن فکرانی توده است که باید بشینه. اساس دموکراسی اینه، اساس دموکراسی بر اساس طراحیه، یعنی باید طراحی کنن اون جانشین عملی بلافاصله و بلافاصله جمهوری اسلامی. این کار دشواری نیست، اتفاقا رهبرای میدانی بهتر از ما میتونن بکنن، برای که اینا میدونن مثلا تو وزارت خونه، تو وزارت دارایی و فلان آدم درجیه که متخصص هست که هیچ همکاری با رژیم نداشته، دم دستگاه درست نکرده، با گوشه داره کار خودشو میکنه. خب این باید بیاد، این باید بیاد اداره کنه وزارت خونه رو. کی میخواد اداره کنه؟ اگر شما درست این طراحی نکنید، تمام زحمتاتون بعدا، یعنی زحمات ملت بعدا خواهد رفت. نمیشه اینجوری نشست گفت
انشاءالله همه چی درست میشود. ما با داشتن چون جوانان، نه این حرفا نیست، جوانان الان کار خودشون رو کردن، اینجا رهبران وجود دارن، متوجه رهبرای قرن 21 ان، نه رهبرای عمودی قرن 19 20. یعنی یکی اساسا عبارت دیکته نمیکنه، یعنی این مجموعه رهبرانی که ایران وجود دارن، تو زندانن، هر جا هستن، بیرونن، آزادن، خارجن، داخلن، این هیچ فرقی نمیکنه. اینا باید بشینن و بر اساس طراحی که میکنن و با آوردن دلایلی متکی بر پرنسپ دموکراسی اون رو درست کنن. و این نکته مهم، بنابراین نمیتونیم بگیم به نظر من که خرد جمعی آمده است و خرد جمعی همه کار میکنه. تا اینجا خرد جمعی کار خودشو خیلی خوب کرده، هیچ تردید توش نیست، ولی آیا خرد جمعی میتونه پاسخ به اون مرحله دوم فرماندهی و رهبری رو بده؟ اینجای سواله. بالاخره اما یه آخرین نکته هم که میخوام بگم اینه که این که گفته میشه همه گرایشات اجازه دارن و الان نباید چیز کردی، حرف درستیه، کاملا درسته، همه گرایشات در دموکراسی اجازه دارن، منتها اجازه دادنشون در چارچوب قوانین دموکراتیکه، نه همیشه. یعنی مثلا اگر فرض کنیم امروز یه سازمان سیاسی ما داریم که میگه زنان ایران باید لکچک به سر بیان بیرون، نه اینکه این اجازه نداره فعالیت سیاسی کنه، اجازه داره، ولی وقتی تو قانون اساسی می‌نویسی که آزادی فردی، این خاص به فاصله در تقابل با آزادی فردی قرار میگیره، در جایی نمیتونه فعالیت کنه، یعنی قانون بهش اجازه نمیده. بنابراین به طور تئوریک همه اجازه دارن، ولی امروز مثلا ببینید خیلی مهمه که امروز وقتی که تظاهراتی میشه مثل تظاهرات برلین که 100,000 نفر و بیشتر شرکت میکنن توش، این در واقع کم‌مایگی سازمانه سیاسی ما نشون میده. برخلاف قرن‌های 19 و 20 که احزاب سیاسی جلو بودن و پرچم رو داشتن و مردم دنبالشون بودن، امروز کار به جای رسیده که احزاب سیاسی ما میان تو تظاهرات برای خراب کنی، میان تو تظاهرات داس و چکش و چوگوارا بالا بکنن. یعنی اوج استیصال و عقب‌ماندگی سازمان‌های سیاسی رو نشون میده. یعنی سازمان سیاسی کلاسیک ما مشکل آفرین، نه راهگشا. یه نکته و بالاخره این نکته رو نباید فراموش کنیم، وقتی که انقلاب میشه مثل انقلاب نشد، انقلابی عظمت انقلابی ایران میشه، مطمئن باشین بعد از سقوط جمهوری اسلامی احزاب فراوون و مدرنی در ایران رو خواهند آمد و تأسیس خواهند شد، یعنی تردید نکنید. بنابراین خیلی به این فکر نکنیم که این چهار تا مثلا اسامی حزبی که فعلا مثلا چه تو ایران وجود داره چه تو خارج کشور، اینا تعیین کننده هن. اصلا تعیین کننده نیستن و در عمل تو مبارزات سیاسی میبینید اینا اختلالگری دارن میکنن. مثلا نمادهای ملی ما رو از پرچم برمی‌دارن، چون شما نمی‌تونید کار بکنی. این تازه وقتی که کارو می‌خوای بکنی، وقتی دموکراسی برقرار شد، مجلس ملی تشکیل شد، فلان برنامه داد، بعد تازه احزاب میاد تبلیغات میکنن که آقا مثلا شمشیر شیره رو بردارید، بعد استدلال کنن، جامعه مدنی وارد گفتگو میشه، بعد میاد تو مجلس توی پارلمان بحث میشه آقا شیره باید ورزش بشه ورزش نشه، اگه رسیدن به این نکته که آقا شیر مال مثلا حضرت علیه و بیخود به ما ربطی نداره، برش میدارن. اگر نه یک استدلال دیگه شد خیلی این بخشی از اسطوره فلانه باید دومره خوب میمونه. بنابراین ببینید که از حالا تصمیم گیری های سیاسی میشه راجب همه چی، راجب نمادهای ملی تصمیم گیری میکنن، راجب اسطوره های ما تصمیم میکنن. بنابراین این مهمه که ما رهبران سیاست رو درست توضیح بدن برای مردم و بالاخره این مهمه که در نبود جمهوری اسلامی اون سازمانه و اون رهبری گرداننده جامعه رو معرفی کنم، هیچ تردید توی این مسئله نیست و این به گمان من اتفاقا رو دوش رهبرهای مثل شما ها میفته، خودتون رو خیلی کوچیک میگیرین و فلان میکنین، ولی اگه تأثیر دارین شما رهبرین، حالا میخواین اگر رهبر نشین بکنین، چون اگر دخالت میکنید باید تا آخرش دخالت کنید، نمیتونید از مسئولیت در بیاین. شما جمهوری اسلامی رو ساقط میکنین بعدش برنامه ندارین، این بده، این از مسئولیت شما میکنه. به هر حال من به عزم پایان میدم چون فکر میکنم زیادی صحبت کردم. مرسی. بله مرسی. بفهمید جناب والی پیام گرامی. بله عرض شود که این نیست که رهبری وجود نداره یا معتقدیم که زیادیه. برای آینده ایران پس از پیروزی رهبری بالقوه وجود داره، اون موقع بالفعل خواهد شد. بسیاری از این رهبران الان توی زندانن، بسیاری شناخته شده نیستن، آدم های فعالی هستن، اکتیوی هستن، ولی شناخته شده نیستن.
این هماهنگی ها حالا تا حدی به وجود اومده، تا حدی هم به وجود خواهد اومد، به خیلی از دوستان دسترسی نیست. من تو مصاحبه هم که با آقای فلاحتی گفتم، راجب رهبری گفتم که آقای فلاحتی این نیست که رهبری وجود نداشته باشه، تا اینقدر بهتون بگم که نگران نباشه. مسلمه که ما در فردای پیروزی اینقدر آدم پخته و توانا داریم که بلافاصله بتونه دولت رو به دست بگیره و اداره کنه تا اون مجلس مؤسسان تشکیل بشه و قانون اساسی نوشته بشه و اینها. آرشید به وجود نخواهد اومد، هر جمعش به وجود نخواهد اومد. هستن دوستانی که در ایران این تشکیلات رو آماده کردن برای فردای پیروزی انقلاب، ولی واقعا بعد اعلام بشه، اعلام بشه که الان همه رو میذارن کنار دیوار. به هر جهت این که من میگم نگران فردای پیروزی نیستم، به خاطر اینکه فکر میکنم تا اونجایی که من اطلاع دارم یک آمادگی هایی در این زمینه وجود داره. به علاوه اینکه رهبر در انقلاب از درون انقلاب میجوشه و میاد بالا. شما مثلا در مشروطه ستارخان و باقرخان نیومدن شروع کنن انقلابو که مردم ما میخوایم مشروطه رو چیز کنیم، بیاین ثبت نام کنیم، اونایی که طرفدار ما هم فردا بیان تو میدون. یه انقلابی شروع میشه از دلش ستارخان و باقرخان و یفرمخان، اینا بیرون میان، بولت میشن. در فردای پیروزی انقلاب هم مطمئن باشید هستن کسانی که هم تواناییش رو دارن هم لیاقتش رو دارن که بلافاصله دولت رو تشکیل بدن و از هرج و مرج جلوگیری بکنن. حالا شاید تا دو سه روز اون هرج و مرج وجود داشته باشه و انتقام گیری هایی که دوست عزیزمون های دانشور بود فکر کنم گفتن صورت بگیره، ولی مسلط خواهیم شد بر اوضاع. مردم ما مردم فهمیده‌ای هستن، قابل قیاس نیستن با خیلی از جاهای دیگه دنیا. نمیخوام نژاد پرستی به اصطلاح بکنم یا بگم که ما خیلی فرق میکنیم و فهمیده تر از بقیه ایم و الو بل، ولی این انقلاب ویژگی‌های خودشو داره. یکی از ویژگی‌هاش هم اینست که رهبریش فعلا، حالا اجازه بدید که به آینده موکول کنیم دیگه، حالا من بگم کیا هستن، اسم ببرم یا مثلا به هر جهت وجود دارن دیگه، رهبری بالقوه وجود داره، به موقع بالفعل خواهد شد. خیلی ممنون از شما آقای حسن دانش. بله، من افنایزم برای توضیح بدم، روشن کنم صحبتم. من اصلا خواستاری نبودم که اعضای دولت موقعا اعلام بشن بگن آقای فلان یا خانم فلان، مطلقا معلوم این خیلی بحث روشنیه که قوامشون رو میگیره، دولت میگیره مثل تو جمهوریشن میگه زندو. بحث این بود که تدارک ببینم برای این، بحث این نبود که اصلا اعلام کنم. بعد سمیدن این که شما میفرمین انقلاب مرح برای خود چه میده بیرون، درسته، الان هم داده بیرون، هیچ تردید توش نیست. اما در همون انقلاب مشروطه، وقتی شما صحبت ستارخان و باقرخان و یفرمخان و غیر و غیر رو میکنید، در کنار این رهبرای میدانی و رهبرای ملی، اندیشمندان سیاسی هستند که فکر و چاره سیاسی دارن. ستارخان خودش اعلام میکنه، میگه من از جای دیگه گوش میکنم. ستارخان یک رهبری که یک نابغه نظامیه یا یک رهبر ملی وطن دوستش، تردید توش نیست، ولی ستارخان نیست که آینده رو شکل میده، اون جریان سیاسی رهبری سیاسی کنارشه. بنابراین ما اینا رو احتیاج داریم، هیچ تردید توش نیست. من میخواستم فقط اینو بگم که اینو باید گذاشت کنار که ما رهبر نیستیم، رهبر هم فلان مردم همه خودشون رهبرن، خرد جمعی رهبر، خرد جمعی رهبر نیست، خرد جمعی تا یه حد معینی کارو میبره جلو و او خرد پیش میده، ولی یک لحظات دیگه هست که تدارک به سازماندهی لازم داره. و بعدم تکیه من روی این بود دقیقاً، مطلقا منظور من از رهبری بوروکراتیک یعنی رهبری بعد از جمهوری اسلامی رهبری سیاسی نیست، چون اگر در اون دولتی که روی کار میاد اگر سیاست بیاد کار خراب کرده. اون دولت دولت فرا حزبی فرا سیاسیه، یعنی ایدئولوژی هنوز مجوز از مردم نگرفته که بیاد تو دولت. اون دولت فقط باید از کارشناسان، این آدمای کاردان مقبول جامعه تشکیل بشه. مقبول جامعه، بله، این خیلی فاکت مهم، مقبول جامعه. مرسی. خانم قیاسفند نوبت با شماست.
یک هموطن رو وارد کنیم. بله حتما. آقای افشین آریا پیام در یوتیوب نوشتند پاسخ به استاد. پول صندوق می تواند به دست ما برسد و خورد خورد در یک شبکه پیچیده به صورت نقد به کارگران بدهیم که امکان ردیابی نباشد. چنین امکانی وجود داره که خیلی عالیه. خوشحال میشیم. مرسی، اینم یه پیشنهادی بود. برمیگردیم داخل. جناب بهروز نارمکی بفرم. خیلی ممنون. با درود به جناب عالی پیام و مخاطبا و دوستان در اتاق. من موقعی که یک زدم بیشتر اون بخشی بود که آقای عالی پیام به خوبی خیلیاشو توضیح داد، اما یه اشاره میکنم بعد تا این صحبت آخری که انجام شد. اون یکی اول من به خاطر اون قسمتی بود که ترس از آینده میارن، من حتی یه خود جلوتر میرم، شاید از آقای عالی پیام خود غیر محافظ کارانه تر میخوام بگم. ببینید وقتی یه نفر مزاحم شما میشه و امنیت شما رو در معرض خطر قرار میده، به شما حمله میکنه و ممکنه مثلا بچه شما رو خود شما رو بکنه تو ماشین و ببره، شما باید خود دفاع کنید. بعد چی میشه؟ من نمیدونم، نمیخوام هم بدونم، مهم تو اون لحظه است که باید خودم دفاع بکنم. اگر یه گروهی ما پیدا کردیم که این یه 2000 نفر آدم رو عقب رفته جمع کرده، سازماندهی کرده، تشکیلات و پول و اسلحه و همه چیز رو تهیه کرده، بعد در یک شب ظلمانی در مثلا نیمه شب و سه نصف شب اومده بیت رهبری رو محاصره کنه تا نفر آخر رو یا بکشه یا بگیره و یه رژیم چنج بر اساس یک پروژه انجام بده، ما حق داریم بهش بگیم تویی که داشتی این کار رو میکردی روز 24 ساعت بعدش هم باید وظیفت بوده، چون رژیم چنج میکردی اونم با یک پروژه، وظیفت بوده که همه چیز رو تعیین کرده باشی و فردای اون روز مدیریت کل کشور به عهده تو مسئولیتش. یا اینکه یه ارتش خارجی وقتی بیاد یه رژیم چنج در یک کشوری انجام بده، به تبع مسئولیت فردای اون روز رژیم چنج با اون ارتش خارجیه، اینکه اگر مردم از بیابی بی برقی هر اتفاقی براشون میفته اون ارتش مسئول. ولی وقتی در یک کشمکش عقب تاریخی و بعد به شکل روزانه یه مردم جون به لب میشن و درگیر میشن، هیچ چیزی تو این معلوم نیست و نمیشه به اون مردم ایراد گرفت که شما همه اولا به کجا میخوایم ایراد بگیریم، به کی میخوایم ایراد بگیریم، اصلا مسئول کیه. یک مردمی رو به وضعیتی در میارن که این مردم قیام بکنن و انجام میدن به حسب یک اتفاقی که میفته، زد و خورد ادامه پیدا میکنه چون جونشون در خطر، خسته شدن و میان. من فهم میکنم مثل بحث خشونته که تعجب ما میکنیم چرا هی میایین به مخالفان میگید خشونت پرهیز باشید. شما دقیقاً باید برید به حکومت بگید خشونت پرهیز باشه. مردم مخالف که خشونت نکردن و حتی اگر بکنن واکنشی که به نظر خشن هم بیاد، یک هزارم اون چیزی که بر سرشون اومده نیست. در نتیجه مخاطب این بحث نباید مردم باشن. این مثل مثال میگم در باب برنامه برای آینده رهبری و امثال این، هم من اعتقاد دارم این رو باید به کسی بگید یا به کسانی بگید که مدعی ایجاد نهاد رهبری یا وضعیت رهبری هستند. یعنی اون کسی که میگه من میخوام آلترناتیو باشم، اون باید برنامه هاش رو 40 سالم 30 سال 20 سال 10 سال حداقل از سال 98 تا به امروز که نشون داده شده که جامعه کاملا آماده انفجار از 96 98 باید این برنامه رو ظرف این چند سال نشون میداده یا نشون بده یا بعدن انجام. این رو باید به اون گفت، نه مخاطب و کسانی قرار داد که یا در خیابونن یا به نظر من مثل آقای عالی پیام دارن از مردم و جوانان خیابون حمایت میکنن و به خاطر حمایت از جوانان خیابون ما به اینا بگیم که تو در هر حال داری نقش رهبری انجام میدی و اگر برنامه برای آینده نداری لطفا این حمایت تو تعطیل کن، تو چون مسئول فردای بعد از این وضعیت هستی. خیر، اون به هیچ عنوان وضعیت هر کی در یک تقسیم کار انجام نشده بیان نشده ای داره کار خودش رو انجام میده. وقتی که یک لباس شخصی یک دختری رو به کتک میگیره، اون کسی که میدونه میتونه اون رو بزنه میره میزنه، کسی که میدونه در سنی نیست که بخواد درگیرشه دعوا کنه نمیتونه، خیابون رو به نفع اون فرد
که از اون دختر داره حمایت میکنه میبنده، یه نفر دیگه بوق میزنه، هر کی یه کاری میکنه که میتونه انجام بده. این یه تقسیم کار نانوشته است و این شرایط طبیعیه که به وجود اومده. و بعدم چون بحث رهبری خیلی در اینجا اتفاق افتاد، من به نظر اومد اشاره کنم که اساسا رهبری در شرایط مبارزه که انتخابی نیست. نمیشه ما انتخاباتی بذاریم الان مشروط از کی میخوایم بگیریم. رهبری یک جربزه است، یک ارزه است که اکتسابیه. وقتی فرد خود به خود خاصیت داره، تاثیرگذار میشه روی اون مردم. اگر کسی نگرانه که نکنه در این سیر مبارزه با رژیم لومپندلال تبهکار حاکم بر ایران کسی بیاد بالا، کسی رهبر بشه، رهبر تراشی بشه، اگر کسی هست که از این نگرانه، بعد بهتر مبارزه کنه، بعد بهتر بجنگه، بعد بهتر کار کنه. همونی که نگران، اون کیه که نگرانه؟ اگر من نگرانم، من باید بهتر کار کنم. حالا تو هر عرصه‌ای که فکر میکنم خودم توانایی دارم، برای که اون کسی که فکر میکنم خطرناکه اگر بعدم بیاد، خب نیاد، پس من باید مسئولیتم بیشتر میشه، من باید زحمت بیشتری بکشم. بیان این مطلب صرفا چیزی رو حل نمیکنه. من فکر میکنم من نقدی به صحبت‌های آقای عالی پیام نداشتم، به نظرم اومد که در تکمیل صحبت‌های ایشون شاید بتونم صحبتی رو بکنم. من فکر میکنم زیر ذره بین قرار دادن یا به نوعی بی‌تعارف، به نوعی نامحسوس و محسوس حمله کردن به کسانی که تاثیرگذارن در شرایط الان در مبارزه علیه این حکومت، به این بهانه که نکنه اینا دارن رهبر میشن، نکنه این موازی یک نوع رهبری شده، نکنه داره از این یک رهبر تراشیده میشه، خود این نوعی بازدارندگی میاره، خود این نوعی ضد انگیزه میشه. اینکه من اگر فردا فکر کنم، مثلا عرض میکنم، به اندازه آقای عالی پیام ممکنه فعال بشم، نمیدونم ویو بخورم، صحبت من رو بشنوم، من بعد پاسخ خیلی خیلی چیزهای دیگرم بدم و مسئول خیلی مسائل دیگرم بشم. من خود این رو یه کندی میبینم در حرکت مردم. ایده فردای کشور یه ایده تخصصیه، این تو مقالات، تو کتابها. کسانی که نگران اینن، دوستان چرا کنفرانس تشکیل نمیدن؟ حتی مهمتر از اون صندوقی که آقای عالی پیام به خوبی اینو توضیح داد که در داخل خود مردم هم بلدن از هم حمایت کنن و هم اگر میخوان همونجا صندوقهاشون رو به همون نحوه که ایشون توضیح داد به عمل ایجاد میکنن. اگه کسی میخواد کمک بکنه برای اون بچه‌ای که دارن زد و خورد میکنن، میتونه وسایل پزشکی رو آماده کنه، تو بسای کوچیک بره به دستشون برسونه که این کارا هم میکنن، ساندویچ بره این سر جای خودش. کسی که خیلی نگرانه و میخواد صندوق برای اعتصابگر درست بکنه و در خارج کشوره، بهتره پوله کنفرانس هایی رو بده که اون کسایی که خودشون رو نخبه الیت و از این دست میدونن بیان اونجا جمع بشن، همین صحبت و همین سوالایی که دوستان کردن رو پاسخ بدن. تو اون کنفرانس های آزادانه یه کشورهای اروپایی امریکایی که اینا باید بیان جمع بشن کنفرانس کنن که فردا چه میخوان بکنن. اگر کسی میتونه دولتی رو در خارج تشکیل بده و بره دولت‌های خارجی رو قانع بکنه که تو به جای رابطه داشتن با سفارت‌های این رژیم خامنه‌ای، با من ارتباط داشته باش، با دولت من ارتباط، منو به رسمیت بشناس، بره خش کنه، فشار بیاره به نشریات خارج کشوری، به افکار عمومی خارج کشور که الان ما یک دولت درست کردیم، یک آلترناتیو داریم و الان بهانه اروپایی‌ها ندارن که جایگزین جمهوری اسلامی چیزی نیست. اتفاقا ما هستیم، خوبم هستیم، اینا این دفترمون، این تشکیلاتمون، این برنامه‌مون و علاقه، این رو خوب انجام بدن. نه اینکه به کسایی که دارن مبارزه میکنن هی بیان بگن که چون این تشکیل نشده سود میخوام بزنم، استاپ کن بازی رو، وایسا که درست بشه، تازه معلوم نیست کی درستش بکنه، بعد تو بازی رو ادامه بده. اون داره از صیانت خودش دفاع میکنه، کاری به من و شما نداره. هر کسی نگرانه سریعتر این دفاتر رو درست بکنه، هزینه بکنه، خرج کنه، پول جمع بکنه، دولت در تبعید رو بندازه، عیب نداره یه دونه، دو تا، سه تا، 10 تا رو بندازن، تا اون کسی که بهتر میتونه این شرایط رو عملیاتی بکنه و بره دولت‌های خارجی رو قانع بکنه ما هستیم، این بحث خودش رو بره. مردم داخل هم حتما مبارزه رو ادامه میدن، طبعا چه با چنین چیزی چه بدون چیزی. و اصلا این غلطه که من بخوام به این دلیل که شاید چنین دولت در تبعیدی وجود نداره فعلا کتک بخورم، فعلا بزنم بچه من رو بکنن توی ماشین بردارن ببرم، من این عکس العمل نشون ندم چون ممکنه این حکومت
آسیب ببینه، دولت در تبعید هم هنوز درست نشده، پس ما فعلا بریم خونمون، بعدن اگر فلانی یا فلانی ها دولت در تبعید درست کردن یه سود بزنن ما میایم بیرون. که طنزه. من این انقدر به فکرم میرسید که در یک جنبندی یک جمله‌ای مردم واکنشی که لازم میبینن طبیعتاً هم باید انجام بدن هم انجام میدن. هر کسی که نگران چنین وضعیتیه، برای اینکه نگرانی خودش رو رفع بکنه سریعتر بجنبه و از خودش عرضه نشون بده در دنیای آزادی که میتونه این کارو. من تمام. بفهمید جناب علی فرمان که با کنیش بهروز عزیز.